سلام به شما دوستان عزیز، همراهان، همزبانان و هموطنانی که بیننده این برنامه هستید. من فریدا سبا هستم و برنامه دهکده جهانی رو به شما تقدیم میکنم. فهمیدیم همدیگر رو داریم اذیت میکنیم. رفت و گذشت خاطر شد. بونجور. ا پاری مون پر داریوس سادر نه پرنه جامی دسکالاتور. La première fois que je suis descendue avec lui dans le métro, le 21 avril 1981. در برنامه امروز با اجازه شما به پاریس می رویم و با نویسنده و سناریست جوان ایرانی فرانسوی به گفتگو می نشینیم که با انتشار آخرین اثرش موفق به دریافت چندین جایزه ادبی و معتبر در این سو و آن سو نائل شده. توجه کنید. هر بار که به پاریس سری می زدیم و به دیدار دوستان، اقوام و چهره های سیاسی مقیم این شهر می رفتیم، همواره دیدار با خانواده بزرگ حاج سید جوادی ها و ملاقات با زنده یاد دکتر علی اصغر حاج سید جوادی، نویسنده و روزنامه‌نگار بزرگ ایران، و همسر مهربانش خانم کیان کاتوزیان که خود نویسنده ای توانا و مبارزی قابل است، جزء واجبات سفر به این شهر بود. امسال و سال پیش اما سالهای دیگری بودند، غم‌انگیز و پرخاطره که جای خالی زنده یاد علی اصغر حاج سید جوادی را بیش از پیش به نمایش می‌گذاشت. در سوی دیگر اما دیدن چهره‌های جوان و زیبای فرزندان و نوادگان این خانواده بزرگ بار دیگر تداوم حرکت زندگی و شور و شوق حرکت به آینده را امید می‌داد. در برنامه امروز به پاریس می رویم و با نویسنده و سناریست جوان ایرانی فرانسوی به گفتگو می نشینیم که با انتشار آخرین اثرش موفق به دریافت چندین جایزه ادبی و معتبر در این سو و آن سو نائل شده. توجه کنید. بسیار خوش آمدید خانم جوادی، نگارجان جوادی عزیز. مرسی، قربان شما. سلام. اجازه بدید اول من به شما تبریک بگم به خاطر جوایز متعددی که در مورد آخرین اثرتون دز اورینتال یا دیس اورینتد به این کتاب تعلق گرفت. ممکنه داستان موفقیت این کتاب رو بگید و اینکه چطور شد که فکر کردید که این کتاب رو بنویسید؟ والا داستان موفقیت این کتاب تقریبا 3 سال پیش در اومد توی فرانسه، ماه همین آگوست 2016 در اومد. اینه که از روزی که در اومد، یعنی از فردای روزی که در اومد، خیلی یهو یواش یواش، یعنی به فرانسه میگن گوش به لب به گوش، یعنی این به اون گفت اون به اون گفت، اینه که یهو کتاب خیلی گرفت. و تو فرانسه اولا
البته اینجا اون کلمه بستله رو به کار نمیبرم، ولی یه طوری بستله شد، البته نه همون یه ماه اول و بالاخره یه سال بعد. بعد توی همون موقع های اوائلی که در اومد امریکایی‌ها خریدن، انگلیس‌ها خریدنش. اینه که همون موقع تقریبا یه دو سه ماه بعد از اینکه از تو فرانسه چاپ شد توی کشورهای دیگه هم شروع کرد به چاپ شدن، الان تقریبا تو 13 تا کشور چاپ شده. بسیار جالبه. این به زبان انگلیسی بود درسته؟ به زبان انگلیسی اول چاپ شد یا نه فرانسه؟ اولین زبانی که چاپ شد زبان انگلیسی بود، بعد یعنی همون موقع زبان انگلیسی تقریبا اسپانیول و آلمانیش هم در اومد. تقریبا 6 ماه شاید 6 ماه تا یه سال بعد از اینکه کتاب تو فرانسه چاپ شد تو این زبونا در اومد. بله، من با وجودی که میگین 3 سال از نشر این کتاب میگذره، ولی من هم پارسال هم امسال همچنان میدیدم که کتاب شما در کتاب فروشی ها هست و راجع بهش در رسانه ها صحبت میشه. این چطور تداوم یافته برای 3 سال؟ بله، این برای هم بهش میگم بستلر. البته اینجا این کلمه رو به کار نمیبرم، ولی خیلی از کسایی که کتاب فروشی دارن اینجا به من میگن ما هر کس که میاد اینجا از همون یه کتابی میخواد که مثلا هم بهش یکم شادی بده هم دربارش بتونه فکر کنه و اینا، به کتاب تو رو بهش توصیه میکنیم. اینه که این کتاب هنوز وجود داره، هنوز زندگیش رو ادامه داره و هنوز یعنی از خیلی هم این کسایی که کتاب فروشی های همه جای فرانسه خیلی بهش کمک کردن که به اینجا برسه. البته بله. ولی نمیدونم چه جوری بگم، آدم نمیدونه هیچ وقت چه جوری مثلا تحلیل بکنه، سکسه رو بکنه، یه سکسس رو بکنه. نمیدونم چرا این اتفاق افتاده، چطور شده. خب داستان بسیار جالبی هست، داستان بسیار جالبی هست. و قبل از اینکه به خود موضوع داستان شما بپردازیم، ناولتون اینی که خواستم بگید که این جایزه آلبرتاین و نشنال بوک اوورد رو چطور به چه کسانی تعلق میگیره این جایزه؟ نشنال بوک اوورد یه جایزه امریکایی خیلی مهمه که برای دفعه اول امسال توی امریکا میدادنش به یه کتابی که خارجیه و به انگلیسی ترجمه شده. اینه که جزو 5 تا کتابی که انتخاب شده بود از کتابای خارجی که به انگلیسی ترجمه شده بود، یکیش هم این دزرویانتل بود. البته جایزه نشنال بوک اوارد رو نبرد، ولی جزو اون 5 تا کتاب بود. جایزش یه خانوم ژاپنی بود. آها، ولی شما جز 10 فینالیست، مثل این که 5 فینالیست آخرش شورت لیست آخر 5 تا بود. بله. خب اینه که اون 5 تا بله توی تمام کتابایی که تو خارج یعنی به زبان انگلیسی ترجمه میشه یه بیشتر از 600-700 تا هست در سال. بله. جایزه آلبرتین جایزه که سفارت فرانسه توی نیویورک بله. میده به یک کتاب فرانسوی که به انگلیسی ترجمه شده. این جایزه هم داده میشه به نویسنده کتاب و هم به مترجم کتاب. بله. خب یه 3-4 سالی که وجود داره این جایزه آلبرت. بله. خب قهرمان این داستان کیمیا، آیا خود نگار جوادی هست یا اینکه دختر کوچکی که در کودکی به تبعید اومده؟ میدونم که شما مهاجرت استفاده نمی کنید و از لغت تبعید استفاده می کنید، درسته؟ آیا این قصه خودت هست نگار جان یا اینکه تخیلم درش تاثیر داره؟ نه خیلی تخیل درش زیاده. Good. خیلی تخیل درش زیاده. کسایی که من یعنی اولا که گفتین من مثلا کار تو سناریستم و قبلا تو سینما توی کامرامن بودم، بعد شدم سناریست. اینه که این دختری که کیمیا اینجوری نیست، کیمیا کارش توی موزیک مثلا، یکی از چیزهایی که بین اون من و اون با هم اختلاف داره اینه من درس خوندم، اون درس نخونده، من درس خوندم یعنی توی مدرسه سینمای بروکسل، اون همینطوری دور دنیا دور اروپا رو زد تو جوونیش. داستان خانواده من میتونه باشه، یعنی خیلی چیزها شبیه هست، ولی همون که مادر بزرگش ارمنیه، مال من ارمنی نبود، 3-2 خواهر داره، من ندارم. اینه که خیلی چیزایی هست که فیکشن واقعا توی این کتاب. ولی خب یه چارچوب این کتاب
یعنی اون چیزی که توی خونه کیمیا میگذره همونی بود که توی خونه ما گذشت توی ایران، و اون چارچوب انقلاب ایران اون چیزی بود که من با خانوادم ازش گذشتیم تا به اینجا رسیدیم. یعنی همون داستان تقریبا همونه، مادر پدر کیمیا اون کاری که میکنه، باباش روزنامه نگاره مثل پدر من، مادرش معلمه مثل مادر من، اوناش شبیه همه، ولی اون اتفاقاتی که برای خانواده میفته اون اتفاقاتی نیست که برای خانواده من افتاده، همه اون اتفاقات منظورمه. بعضیاش شبیه ولی بعضیاش اصلا از یعنی جزء کتاب. خب نگار جان، شما پیامی که از کتاب با نوشتن این کتاب میخواستی به خوانندت بدی چی بود؟ غیر از قصه ای که براش گفتی، آیا پیامی داشتی این تو که میخواستی کامیونیکیت بکنی؟ آره یه پیامی داشت، یعنی پیام البته به صورت اون چیزی که مثلا دلم بخواد به عنوان نویسنده حتما باید یه چیزی به دنیا بگم اونجوری نبود، ولی جز به تمام کتاب اینجوری نوشته شده که یه چیزی که منو خیلی برام مهم بود همیشه اینه، نگاه مردم، نگاه خارجی ها، یعنی نگاه فرانسوی ها، چون من تو فرانسه زندگی میکنم، شاید نگاه امریکایی ها به خارجی، به کسی که از خارج میاد که جزء ایمیگریشن، منظورم اینه، برای اینکه همیشه این نگاه اولین چیزی که با تو برخورد اینا با این آدم هست اینه که تو خارجی هستی. اون چیزی که من میخواستم اینه که داستان یه دختری که خارجیه رو بگم، تعریف کنم، و داستان نه تنها خودش بلکه داستان کشورش و برای چی این اومده از کشورش بیرون و امروز الان توی این کشوره که شما بتونید بهش بگین خارجی. داستانش چیه؟ چرا اومده؟ چی شده؟ چه اتفاقاتی افتاده؟ این پیام من این بود که پشت به یه کسی که مثلا میگم خارجیه، پشت این کس یه چی؟ داستان خیلی زیاد و بزرگ هست، و اون داستان اگه برای آدم تعریف کنن هیچ وقت هیچ کس نمیاد به شما بگه خارجی. بله. و اتفاقا این اتفاق تو این کتاب برای من افتاد، یعنی هر کسی که از کیمیا حرف میزنه یا از کتاب حرف میزنه هیچ کس از بهش نمیگه خارجی، داستان همه چی رو میبره. آیا از تبعیض و نگاتیو هایی که در مورد یه خارجی بودن در یک کشور غریبه هست، آیا به اون هم اشاره کردی در این کتاب؟ بله بله، مخصوصا درباره ایران، برای اینکه وقتی اون موقعی که ما از ایران اومدیم، ایران یه کشوری که برای اینا، برای کسایی که این طرف دنیا بودن، برای فرانسوی ها یه کشور خیلی بسته بود، یه کشوری بود که یه حکومت خیلی چی بهش بگن، دمتوبای آخوندی بود دیگه، یعنی زنا رو سری سر میکردن، کشور بسته، کشور قدیمی، کشور اینه که اینا اصلا وقتی با ما رابطه برقرار میکردن فکر کردن ما مثل همونایی، یعنی ما مجبورن رو سریمون رو اینجا برداشتیم، مجبورن مثلا اینجا نماز نمیخونیم، میفهمین چی میگم؟ بله. اینه این دید همیشه اون موقع زیاد بود. بعد سالها گذشت، انقلاب ایران 40 سال ازش گذشته، الان اصلا وقتی با خیلیایی که 37-8 سالشونه درباره ایران حرف می‌زدی چیز دیگه از ایران نمی‌دونن، که این حکومت و اون تصویری که ایران از خودش نشون میده هیچ وقت نمی‌دونن که مثلا ایران یه کشور نسبتاً آزاد بود یه زمانی، سالهای 70 سالهای 60 زن‌ها کار می‌کردن، زن‌ها می‌رفتن دریا، نمی‌دونم همه دختر و پسر با هم رفتن دانشگاه، این دیدو از ایران ندارن. اینه که این کتاب یکم تمام این چیزا رو، یعنی تمام این خیالاتی که فرانسوی ها داشتن شاید در به جا گذاشت. بله بله. خب آیا بعد از گذشت 30-40 سال و این موفقیت ها که به دست آوردی و به قول معروف جا افتادی در اون کشور، آیا باز هم همین احساس رو داری؟ باز هم هنوز خارجی احساس میکنی خودتو؟ نه، من خودم خارجی احساس نمی کنم، و به یه صورتی هم خارجیش و خودم احساس نکردم، یعنی که ما وقتی که اومدیم دیگه راه برگشتی نبود، یعنی که من فکر نمی کردم که مثلا من خارجی هم، یعنی یه کسی که میتونه برگرده کشورش یا
با اون کشور یه تماسی داره که یه جایی داشته باشه که بتونن بهش بگن خارجی. بله. من هیچ وقت خودم اونجوری احساس نکردم. فکر کردم یه کسی هستم که باید با جامعه فرانسه و با فرهنگ فرانسه واردش بشم خیلی زود. بله. و باید مثل اینا بشم یا اگه فرانسوی بشم، ولی در هر صورت باید با این جامعه را بیام، باید باش زندگی کنم. چاره دیگه ای نبود. شما نمیشه برگردید. بله. اینه که من خودم اونجوری احساس نکردم و هنوزم اونجوری احساس نمیکنم و الانم 40 سال گذشته و دیگه البته خودم فرانسوی فکر نمیکنم احساس کنم، ولی اونقدر خارجی هم احساس نمیکنم. خب پس شما از شرق بریده شدی، درسته؟ به این ترتیب بود که از شرق بریده شدی؟ از شرق بریده، بله. از شرق به معنای هم شرق، هم به معنای اینکه از چی بریدی؟ اون کلمه‌ای که شرقه، کلمه جهت هم هست، جهت، یعنی جهت شدن. حل... این کلمه رو نمیشه، این کلمه دزاقیانتر رو نمیشه نه به فارسی ترجمه کرد نه درست حسابی به انگلیسی فکر کنم. اتفاقا من در مورد ترجمهش خیلی کند و کاو کردم. از شرق بریده ترجمه شده گمگشته. بله، برای اینکه تو فرانسه برای اینکه بگن گمگشته میگن از یعنی بدون شرق یا غیر شرقی شدن، ها؟ یا غیر شرق. بله، غیر شرق. شرق توی گم از خود تو گمگشتگی هست. بله، اینجا زمان. که بله، تو زبان انگلیسی هم دیس اورینتد یعنی تو گم شدی تو مکان و زمان. بله. یه همچین بله. چیزی. ولی خب فکر میکنم بیشتر نظرت غیر شرقی شدن بوده. همینطور هست یا نه؟ بیشتر، شاید بیشتر اون برای من، ولی نه برای کیمیا. آها. کیمیا بیشتر، یعنی کیمیا هر دوه. کیمیا اون زندگی که وقتی تینیجر پاریس میکنه من نکردم. اون زندگی یکم تو دگرگونیه، برای اینکه میره دور اروپا رو میزنه، از خودش خیلی سوال میکنه و اینا. پدرشو کشتن، پدر من نکشتم. اینه که من تو اون حالت اون نیستم، ولی اون تو بیشتر تو دگرگونی هست. ولی اگه من به من آدم، یعنی من اگه از خودم بگم، بیشتر به شرق تعلق داره. سوزم و می سوزم از ناکرده ها، نه ترسم اما می ترسم از فرده ها. گذشت هیچ نفهمیدیم. خب میدونم که شما بیشتر سناریست هستی یا نویسنده. میدونم که سناریوهای بسیار جالبی نوشتی و اکثرا هم پرودیوس شده. در این مورد چه فعالیت هایی کردی و چه کارهایی در دست تولید داری؟ برای من یه مدرسه سینمای، من بعد از اینکه اینجا گرادویت شدم و گرفتم، رفتم مدرسه سینمای بروسل رو خوندم. اینه که از اول توی سینما، یعنی از 19 سالگی تو این فکر بودم. بعد اون مدرسه سینمای بروکسل رو تموم کردم، برگشتم پاریس، شروع کردم به کار کردن و شروع کردم کار کردن توی بخش کامرا. اینه که سالها، یعنی 7-8-9 سالی توی کامرا بودم. فیلم های بلند همین معمولی معروف، یعنی فیلم های بلند سینمایی توش کار کردم. بعد همون مدتی که کار میکردم، یعنی تو این فیلم ها چیز مینوشتم، دو تا پیس تئاتر نوشتم، 4 شورت فیلم خودم ساختم و نوشتم و ساختمشون. اینه که نوشتن همیشه با هم بود، ولو اینکه یه کار دیگه داشتم. اینه که یه موقعی شد که یه سناریو نوشته بودم که یه جایزه گرفته بود، میتونستم بسازمش. اینه که پیش خودم گفتم کدومو ادامه بدم، اینو یا اونو. اینه که نوشتن رو گرفتم. اینه که از این یه 7-10 سالی هست که سناریستم، سناریو مینویسم. و اول برای سینما شروع کردم، یه چند تا دوکیومنتری هم نوشتم، ولی الان بیشتر برای تلویزیون کار میکنم، چون الان سریال ها خیلی مهم شده تو تلویزیون و خیلی احتیاج به سناریست
بیشتر شده. اون موقعی که من شروع کردم مخصوصا تو فرانسه، برای اینکه سیستم فرانسه با امریکا فرق داره، تو فرانسه کسی کارگردان بیشتر سناریو رو می‌نویسه، اونقدر احتیاج نشن به سناریست. الان خیلی بیشتر شده با اینکه برای اینکه نتفلیکس و آمازون و اینا اینجا هست، وجود داره و همه اینا کار منو بیشتر کرده به عنوان سناریست. الان یک فیلم تلویزیونی در 13 سپتامبر در میاد که برای یک کارگردان ایرانی نوشتم، اسم نادر تکمیل همایون. یک سریال برای شبکه فرانسوی دارم می‌نویسم و یه دونم برای اپل. بله خب امیدوارم که موفق باشی مثل همیشه. هر موقع که این ران شد و روی آنتن ها رفت به ما خبر بده که حتما دوستان ایرانی اینو ببینن. اینا یکیش انگلیسیه و یکیش فرانسه، درسته؟ این دوتای آخری انگلیسیه. بله برای بله برای اپل که شروع کرده به سریال ساختن. بله. یکیش هم برای فرانسه است. À Paris, mon père Darius Sadre ne prenait jamais d'escalator. La première fois que je suis descendue avec lui dans le métro, le 21 avril 1981. برگردیم به کتاب دیس اورینتال. این در آمازون میتونن بگیرن دوستانی که دوست داشت؟ بله. در آمازون هست. بله. خب شما اشاره کردی که نمیدونی چرا نویسندگی رو ول نکردی و اینا. خب به قول یه مثلی هست میگن نشان از دو کس دارد این نیک پک. شما دو نشان از دو انسان بزرگ دارین، یکی پدر بزرگوارتون شادروان آقای علی اصغر حاجس جوادی و همینطور مامان نازنینتون کیان خانوم کاتوزیان که خودشون نویسنده بزرگی هستن و همینطور از فعالین سیاسی. بنابراین هیچ تعجبی نیستش که این ارثی باشه و به شما هم رسیده باشه. خب شما که در چنین خانواده بزرگ شدین، در یک خانواده انتلکتوئل و سیاسی، این زندگی چه اثری روی نوشته های خودت داشته تا به حال؟ فکر میکنی اگر آیا در این خانواده بزرگ نمی شدی، آیا باز هم دوست داشتی این چنین بنویسی و عاشق نوشتن باشی؟ نه فکر نمی کنم، واقعا میگم فکر نمی کنم. برای اینکه اولا همونطور که گفتین تو خانواده انتلکتوئل بزرگ شدم، ولی ما از وقتی دنیا آمد، یعنی از همیشه با کتاب بزرگ شدیم. یه کتابخونه خیلی بزرگ داشت میرا و همیشه پدر و حتی بدیم پدر و مادر من، پدرم که همیشه سرش تو کتاب بود، مادرم هم همیشه یه کتاب باهاش بود. اینه که کتاب جزء زندگی ما بود، یعنی خوندن جزء زندگی ما بود. روزنامه فقط هم کتاب نبود، به عنوان اینکه رمان، کتابای دیگه ای هم بود، کتابای سیاسی، کتابای اجتماعی و خیلی روزنامه. اینه که فکر میکنم که اگه این توی این جو بزرگ نشده بودم، هم فکر نمیکردم بتونم برم به طرف نویسندگی، برای اینکه تمایلم به طرف سینما همیشه بیشتر بود. اینه که نویسندگی از من بچگی چیز می نوشتم، ولی از چند سالگی چیز می نوشتی؟ از خیلی بچگی، از البته من نوشتن رو به خوندن ترجیح می دم. من یه چیز عجیب غریبی بعض هم، یعنی وقتی مردم به نویسنده ها میگم خیلی عجیبه، من اونقدر کتاب خون نبودم که چیز می نوشتم. از هفت سالگی. جالبه. بله. آیا خاطراتی داری از ایران، خاطراتی که برات به جا مونده باشه؟ گفتی در 11 سالگی مثل این که خیلی خاطره دارم. بله درسته، خیلی. نه من خیلی خاطره تمام بچگی، یعنی خاطرات تمام بچگی به ایران ربط داره. خب میشه یه کمی راجع به خاطرات خوب و بدت بگی اگه دوست داری؟ خاطرات بد اتفاقا نیست، برای اینکه خاطرات بد خاطراتی که بگم خیلی از ایرانی ها دارن. البته من کوچیکتر بودم، بعضی ها بزرگترن. انقلاب و تمام اون ترسایی که دور انقلاب هست، مثلا تو خونه ما، خاطرات بد بیشتر این خاطرات این تمام این اتفاقاتی که دور خونه ما موقع انقلاب افتاده، اونا میتونه خاطرات بد باشه. ولی نه، خاطرات خانواده زیاده،
برای اینکه خانواده پدرای من خیلی خانواده بزرگیه. بله. اینه که خاطرات شما رفتن با ماشین همگی اونجا زندگی کردن لب دریا، همه خاطرات بعدی وجود نداره. ولی به نظر من یه وقتی همیشه بهش فکر میکنم فکر میکنم که مثلا یه سیل اومده و همه چی از بین رفته، اونجوری من به ایران فکر میکنم. بله جالبه، خیلی تشبیه خیلی تشبیه جالبی. بله سیل عظیمی که اومد و همه رو با خودش برد. به هر صورت خیلی به تبریک میگم نگار جان، امیدوارم که بیش از پیش موفق باشید. ما رو در جریان کارات بذار و حتما سریالت که خواست پخش بشه بگو که حتما نگاه کنیم و به مادر عزیزم سلام همگی ما رو برسون. به امید دیدار. نفهمیدیم هم دیگر رو داریم اذیت میکنیم. رفت و گذشت خاطرشو. میخواستیم شاد و آروم زندگی کنیم. نفهمیدیم هم دیگر رو داریم اذیت میکنیم. رفت و گذشت. خب متاسفانه به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم که از گفتگوی این هفته استفاده کرده باشید. با سپاس از شما که بیننده این برنامه بودید و همچنین کلیه همکارانم در این سو و آن سو. تا وقتی دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادرود.